با این خانواده بسیار آشنا بوده، اعتماد خیلی زیادی داشته به مهدی قلی هدایت و در سفرهای خودش به خارج هم او رو با خودش می برده و در نتیجه گوش مظفرالدین شاه به زبان و سخن مهدی قلی هدایت مخبر السلطنه بسیار نزدیک بوده و می توان گفت پشتیبانی او از صدور فرمان مشروطه مؤثر بوده در صدور فرمان مشروطه، نه اینکه او کسی باشد که این فرمان رو مثلا در تدوین و نوشتنش دست داشته باشه، ولی به هر حال نقش داشته. من چون دفعه پیش گفتید که صدای شما چند بار گفتید نمیرسه، میخوام مطمئن بشم که صدای شما میرسه و من یک لحظه تنفس میدم که ببینم صدای شما هنوز هست یا نیست. ممنونم که فرمودی تنفس میدهید، ولی سوال بنده این است که در دوران این نخست وزیر به عنوان یکی از دیرپاترین نخست وزیری های عصر رضا شاه بفرمایید که چه کارهای مهمی یا چشمگیری یا تاریخی انجام شده؟ کارهای تاریخی که مهدی قلی هدایت درش نقش داشته باشه تقریبا میتوان گفت هیچ. او ممیز وزارت یا مهر بزن وزارت بوده، در واقع میتوان گفت نخست وزیر ایران یا فرمانروای کل ایران پس از رضا شاه در اون دوران تیمورتاش است و حتی در خاطراتش هم میگوید و مهدی قلی هدایت رئیس الوزراء یا نخست وزیری است که کاری از او بر نمی آید. مثلا در مورد مسئله کشف حجاب که سال 1314 صورت میگیرد میگوید که در بودجه‌ای که در سال 1310 داشتن تنظیم میکردند دیدم مواردی رو برای ورود کلاه و کلاه فرنگی خانوم ها و لباس ترتیب دادند و پرسیدم که این برای چیست، تیمورتاش گفتش که بعدن خواهی فهمید و تمام شد مسئله. به نخست وزیر مملکت گفته بعدن میفهمید. بله بله، این نشانه این است که ببینید اصولا باید توجه کنید که اون جامعه ایلیاتی که وارد دوران مدرنیته شده بوده هنوز روابط ایلیاتی و روابط خیشاوندی خودش رو در اون دوران حفظ میکرده. اجازه بدید مثالی برای شما بزنم. این مهدی قلی هدایت هیچ درس جدی نخوانده بوده، یعنی 2 سال آلمان رفته بوده، نه مدرکی داشته نه رشته ویژه‌ای درس خوانده بوده، برخلاف برادرش سنی دوله که برحال درس خوانده 30 سال یا 20 و اندی سال در آلمان. سنی دوله که رئیس مجلس شد، این رئیس مجلس بله، از او به عنوان یکی از مفاخر الان اشاره خواهم کرد، ولی میخوام مقایسه‌ای که بکنم این است که برخلاف او مهدی قلی هدایت درس چندانی نخوانده بوده و آگاهی های پراکنده ای داشته، 2 سال آلمان بوده، چند سال این ور اونور سفر کرده، اصلا آگاهی با حقوق نداشته، نمیدانسته که مسائل حقوقی به چه گونه باید انجام بشود، ولی به خاطر نزدیکیش با دربار و نزدیکیش با خاندان های بزرگ وقتی که داور تصمیم میگیرد که عدلیه جدید رو به وجود بیاورد، یعنی عدلیه مدرن رو ایجاد میکند، خود او در خاطراتش میگوید، اجازه بدید این جمله رو برای شما بخوانم در همون خاطرات و خطرات، میگوید که 3 اردیبهشت 1306 مستوفی مرا خواست، مستوفی الممالک منظورشه، رفتم داور در خدمتشان بود. مستوفی در این سال در 3 اردیبهشت نخست وزیر مملکته. ببینید تاریخ ها رو خوب توجه کنید، 3 اردیبهشت 1306 هنوز مستوفی الممالک نخست وزیر مملکت، مهدی قلی هدایت هیچ سمتی رسمی هنوز به این معنا نداره. 11 خرداد یعنی حدود 40 روز بعد نخست وزیر مملکت میشه، ولی خودش داره توضیح میده که از کجا به کجا رسید. 3 اردیبهشت 1306 مستوفی مرا خواست، رفتم داور در خدمتشان بود، فرمودند داور برای رونق عدلیه شخص آبرومندی را برای تمیز میخواهد. تمیز منظور شورای تمیزه، یعنی دیوان به اصطلاح تمیز، یعنی بله دادگاه تمیز، دادگاه تمیز بله، به مشیر دوله و مؤتمن الملک، یعنی دو برادر فرزندان مشیر دوله بزرگ که بیکارند رجوع کردند نپذیرفتند. خب اونها هر دو حقوق درس خوانده بودند، علوم سیاسی درس خوانده بودند، نپذیرفتند چون فکر می‌کردند که
زیر دست داور نمیتوانند به درستی کار کنند. طالب است که شما قبول کنید. خب ایشون گفته که بنده اصلا آگاهی ندارم و چیکار کنم، گفته که نگران نباشید. حالا بقیه داستان این است که داور که وزیر عدلیه بوده اختیار از مجلس گرفته بوده که دو نفر رو حق داشته باشه که بدون هیچ گونه اجازه‌ای رتبه 11 قضایی به اونها بده، یعنی بالاترین رتبه قضایی. در نتیجه برای اینکه ریاست دیوان تمیز رو به مخبر سلطنه هدایت بدهد و او رو دادستان کل بکند، او رو با رتبه 11 قضایی به ریاست دیوان عالی کشور میرسونه و امتیازی هم که میگیره روز بعد همین مهدی قلی هدایت، رضا قلی هدایت که پسر عمو و برادر زنش باشه، چون زنش هم دختر عموش بوده، با رتبه 10 قضایی به ریاست شعبه اول تمیز میگذاره. و نشانه این است که اصلا هیچ ضابطه‌ای در کار برای اینکه کسی دارای دانش در حوزه باشه وجود نمی داشته. رضا قلی هدایت در تمام زندگیش اصلا نشانی از اینکه آشنایی با حقوق داشته باشه، با اداره عدلیه داشته باشه، با دادگستری داشته باشه نمی توان یافت. ولی چون برادرش رئیس دیوان تمیز شده، او هم با رتبه 10 قضایی بالاتر از کسانی که به هر حال درس حقوق خواندند می شود معاون یکی از مهمترین بخش های دادگستری. و جالب است که در همین فاصله کوتاه پس از اون، یعنی 30 روز پس از ورود مخبر السلطنه به دادگستری و ریاست دیوان عالی تمیز، او نخست وزیر مملکت می شود. این رو باید گواهی بر این داشت که اگرچه در دوران پس از مشروطه و دوران مدرنیته و حتی پس از شکل گرفتن دولت پهلوی ما وارد یک روابط تازه در جامعه ایران شده ایم، ولی روابط قدیم همچنان پا بر جا بودند و اجازه نمی دادند که در این جامعه ظاهراً نیمه مدرن یا علاقمند به مدرنیته این روابط بر پایه توانایی ها شکل بگیره. و جالب اینجاست که تنها موردی که می توان گفت از این زمینه متفاوت است وضعیت برادر مهدی قلی هدایت، یعنی مرتضی قلی خان ثنی الدوله است که شما فرمودید که اشاره‌ای هم به او بکنیم در این باره. ثنی الدوله فرمودید که اولین رئیس مجلس بوده؟ ببینید، ثنی الدوله یکی از درس خوانده ترین و یکی از میتوان گفت اگر زنده میماند و اگر کشته نمیشد، معلومم نیست که چرا کشته شد، یعنی به طرز بسیار مشکوکی به دست گویا دو قفقازی در منزلش کشته شد بعد از اینکه از ریاست مجلس استعفا داد، یکی از شخصیت‌های بسیار بسیار برجسته تاریخ ایران محسوب می‌شود، برادر مهدی قلی هدایت. اجازه بدید برگردم دوباره به تاریخ. رضا قلی خان هدایت 3 فرزند شناخته شده مشهور دارد. یکیش علی قلی خان مخبر دوله، فرزند ارشد، فرزند بزرگ رضا قلی خان است. دیگری حسین قلی خان مخبر دوله است و سوم جعفر قلی خان هدایت معروف به نیرالملک. فرزند بزرگش که علی قلی خان مخبر دوله باشه در تاریخ ایران بسیار بسیار معروف است. اصولا باید این گونه نگاه کرد که از زمان پایان زندگی 10 سال پایان زندگی رضا قلی خان هدایت و شخصیتی که علی قلی خان هدایت پدر همین مخبر السلطنه هدایت میگیرد، خاندان هدایت در ایران پایه‌گذاران مخابرات و پایه‌گذاران به طور کلی مجموعه آنچه که به عنوان تلگراف و مخابرات در ایران در اون دوره شناخته میشود اونها میشوند. انحصار مخابرات در ایران در این خاندان بوده، خاندان هدایت بوده و خاندان مخبر دوله، که اینا هم از خاندان هدایت هستند. اصلا نام مخبر دوله یا لقب مخبر دوله رو ناصرالدین شاه به دلیل این به علی قلی خان مخبر دوله پدر همین مخبر سلطنه هدایت که مورد گفتگوی ماست داد، برای اینکه او مسئول کشیدن خط تلگراف
اولین خط تلگراف ایران شد که خط تلگراف بین تهران و تبریز بود و بعد از اون ریاست کل تلگراف